سلام دوستان، به کانال ژوپن فرانسه خوش اومدین. تو این جلسه میخوایم کلی اصطلاح در مورد تماس تلفنی یاد بگیریم، پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، تو این جلسه میخوایم در مورد تماس تلفنی اصطلاحات مهمی رو با هم کار بکنیم. اگر که آماده باشید بریم سراغش. دوستان، من کلمات رو و حالا عبارات و اصطلاحات رو به صورت خیلی آروم میگم و شما لطفاً تکرار کنید، اینطوری تلفظ صحیح تو ذهنتون میمونه. اولین کلمه اپورتابل، اپورتابل، اپورتابل به معنی موبایل، و چون از حرف تعریف نامعین ا استفاده کردیم، یعنی یه کلمه مسکولن یا مذکر هستش. اموبیل، 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 این هم به معنی موبایل. لو تلفون سون، لو تلفون سون، لو تلفون سون، به معنی زنگ تلفن. لا لینیه تو کوپه، لا لینیه تو کوپه، لا لینیه تو کوپه، یعنی خط شلوغه. لا لینی، لا لینی، لا لینی به معنی خط، ا هست، او کوپه یعنی شلوغ، که سرهمش با هم میشه لا لینی تو کوپه، خط شلوغه. سه لو رپوندور، سه لو رپوندور، سه لو رپوندور به معنی این یه پیغامگیر است. اون پول لسه ام مساج، اون پول لسه ام مساج، میتونیم پیغام بذاریم. مساج پیغام، مسیج، لسه گذاشتن، به او اغ ختم شده و مصدره. پو فعل توانستن، اون پول لسه ام مساج. حالا میخوایم بپرسیم شماره تلفن چنده یا شماره موبایل چنده. به دو صورت رسمی و غیر رسمی میتونیم این سوال رو بپرسیم. کلتون نومرو دو تلفن، کلتون نومرو دو تلفن. دوستان دقت کنید، نومرو، نومرو، نو صدای او، کلتون نومرو دو تلفن، شماره تلفن چنده. ببینید صفت ملکی تون یعنی چی؟ یعنی نومرو کلمه مسکول هستش. یا کلتون نومرو دو پورتابل، کلتون نومرو دو پورتابل، شماره موبایل چنده. حالا اگه بخوایم به صورت رسمی بپرسیم، کله وتر نومرو دو پورتابل، کله وتر نومرو دو پورتابل، شماره تلفن شما چنده، شماره موبایل شما چنده. برای جواب دادن به این سوال از چند روش میتونیم استفاده کنیم، چند تا عبارت. اولیش مون نومرو دو پورتابل ا لو، حالا شماره تلفنتون رو میگین، ا دو کاتر هرچی که بود. مون نومرو دو پورتابل ا لو، شماره تلفن من هست. صفت ملکی اول شخص مون برای مسکوله به کار میره، پس نومرو کلمه مسکوله هستش. مون نومرو دو پورتابل، اینم که دو مالکیت، شماره موبایل من، شماره موبایل، این همین کسره میشه دو. ا هست، لو و ادامه که شماره تلفنمون رو میگیم. یه روش ساده تر هم هست، میتونیم بگیم سلو و شماره تلفنمون، سلو، این هست سلو، یا میتونیم بگیم جوسی او و بعد شماره تلفنمون، جوسی او، ا دو کاتر جوسی او. حالا یه سری واژه های مهم دیگه میخوایم بگیم، با من تماس بگیر یا به من زنگ بزن. به این شکل میگیم اپل موا سیل وو پله، لطفاً به من زنگ بزن. اپل موا سیل وو پله، لطفاً به من زنگ بزن. اپل موا. ایل نیا پا دو ریزو، ایل نیا پا دو ریزو، آنتن نمیده. ریزو به معنی آنتن. ایل نیا پا دو، ایل نیا پا دو، منفی اصطلاح ایلیا. ایلیا رو با هم کار کردیم دوستان، به معنی وجود داشتن. حالا اینجا چه معنی میده؟ ایل نیا پا دو ریزو،
آنتن نمیده یا آنتن وجود نداره. اصطلاح بعدی دزوله وو ترومپه دو نومرو. دزوله وو ترومپه دو نومرو. متاسفم شما شماره را اشتباه گرفتید. ترومپه ترومپه اشتباه کردن، فریب دادن. دوستان به گرامرش کاری نداشته باشید، فقط اصطلاح رو یاد بگیرید. به مرور که جلوتر بریم گرامر رو با هم کار میکنیم. دزوله وو ترومپه دو نومرو. ببخشید شما شماره را اشتباه گرفتید. ژونه پزنتن دو لسونوری. ژونه پزنتن دو لسونوری. آنتاندو 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 به معنی شنیدن. سونوری سونوری صدای زنگ. ژونه پزنتن دو لسونوری. من صدای زنگ رو نشنیدم. ژونه پزنتن دو لسونوری. من صدای زنگ رو نشنیدم. ژونه پزنتن دو لسونوری. به صورت آهسته بخوایم بگیم به این شکل میشه je n'ai pas entendu la sonnerie. و سرهمش بخوایم بکنیم je n'ai pas entendu la sonnerie. من صدای زنگ رو نشنیدم. حالا میخوایم تماس تلفنی بگیریم و خودمون رو معرفی کنیم. به چه شکل خودمون رو معرفی میکنیم؟ bonjour Paul Dubois à l'appareil. bonjour Paul Dubois à l'appareil. bonjour Paul Dubois à l'appareil. Paul Dubois à l'appareil یعنی Paul Dubois صحبت میکنه. سلام، Paul Dubois صحبت میکنه. À l'appareil. À l'appareil. یا به این شکل هم میتونیم بگیم ici c'est Paul Dubois. ici c'est Paul Dubois. دوستان همونطور که میدونید در زبان فرانسه و زبان انگلیسی پشت تلفن خودمون رو اینطوری معرفی نمیکنیم. من مثلا فلانی هستم میگیم This is Paul. من پل هستم. یا در فرانسه میگیم ici c'est Paul Dubois. ici c'est Paul Dubois. حالا میخوایم بپرسیم چه کسی صحبت میکنه یا چه کسی پشت خطه. کی علپقی؟ کی علپقی؟ چه کسی صحبت میکنه؟ کی علپقی؟ یا کیس؟ شما؟ کیس؟ شما؟ به طرف خودش رو معرفی میکنه. حالا میخواییم بگیم که ممکنه من با کسی صحبت کنم؟ ممکنه من مثلا با سلین صحبت کنم؟ اسکو جو پو پغله از سلین؟ اسکو جو پو پغله از سلین؟ ممکنه؟ آیا میشه؟ آیا میتونم؟ اسکو جو پو پغله از سلین؟ پو فعل اول به معنی توانستن، پغله فعل دوم به معنی صحبت کردن، به صورت مصدری اومده، به او ا ختم شده. اسکو جو پو پغله از سلین؟ میتونم با سلین صحبت کنم؟ و طرف میتونه به این شکل بگه. بگم چه کسی تماس گرفته؟ سه دو لپخ دو کی؟ 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 چه کسی تماس گرفته؟ بگم چه کسی تماس گرفته؟ دوستان اینجا به دو روش میتونیم بگیم که سلین هست، میتونه باش صحبت کنه یا نه. روش اول، گوشیو نگه دار. انستا سیل وو پلی. انستا به معنی لحظه. انستا یعنی یک لحظه. سیل وو پلی یه لحظه لطفاً. یا نوکیت پا سیل وو پلی. نوکیت پا سیل وو پلی. نوکیت کیت نوکیت پا سیل وو پلی. یک لحظه لطفاً. و روش بعدی نو ال نپالا. نه اون اینجا نیست. نو ال نپالا. نو ال نپالا. نه اون اینجا نیست. یا وی ال لا. وی ال لا. بله اون اینجاست. پس به این شکل هم میتونیم به طرف بگیم که میتونه با سلین صحبت بکنه یا نه اون اینجا نیست. خب برای خداحافظی به شکل ساده خداحافظی میکنیم، مثل حضوری ابینتو یا اغواغ. خداحافظ به شکل ساده. خب دوستان کلی اصطلاح و در مورد تماس تلفنی با همدیگه کار کردیم. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. اگر که از نحوه تدریس من خوشتون میاد لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. اغواق مزمی.